سلام خدمت دانش آموزان عزیز، وقت همگی بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه، سلامت باشین، سر حال باشین. بچه ها جلسه دوم کلاسمون در خدمت شما هستیم. امروز میخوایم با هم دیگه مطالب مبحث حد رو جمع بندی بکنیم با هم. امیدوارم که براتون مفید باشه. خدمت شما بگم که بدون فوت وقت بریم سراغ درسمون، انشالله بتونیم مبحث حد رو خیلی خوب با هم جمع بندی بکنیم. خب بچه ها، اولین مطلب توی فصل حد در مورد حدهای از روی نموداره. بچه ها هر موقع میخواییم حد یه تابر از روی نمودار بررسی بکنیم، نکته فوق‌العاده مهمش اینه از داخل پرانتز شروع میکنیم، میاییم به سمت بیرون و فقط و فقط وقتی به کلمه لیمیت برسیم اجازه داریم عمل میل کردن رو انجام بدیم. تا وقتی به کلمه لیمیت نرسیدیم عمل میل کردن انجام نمیدیم. ببینیم یعنی چی؟ اینجا رو ببینیم بچه ها. یه نمودار به من داده، برگشته رو این نمودار، اول شماره یک گفته F1 رو پیدا کن. بچه ها این F1 که اصلا پشتش لیمیت نداره، یعنی اصلا حد گرفتن احتیاج نداره. خب ببینیم بچه ها، من F1 رو میخوام. اگر نقطه 1 رو نگاه کنید، نقطه 1 اینجاست. این نقطه 1. بچه ها تو نقطه 1 میخوایم F1 رو پیدا کنیم، یعنی اصلا حد نمیخوایم بگیریم، فقط میخوایم مقدار حساب کنیم. بچه ها تو نقطه 1 اگر نگاه بکنیم، Y تابع دقیقا این نقطه توپریه که این بالا قرار داره. خب جواب برابر 2 میشه. این که اصلا لیمیت نبود، مقدار تابع رو حساب کردیم. بریم ببینیم حد رو چطوری حساب میکنیم. به این میگیم مقدار تابع. اما بچه ها شماره 2 گفته بچه ها لیمیت بگیرید از تابه، میگیم یعنی چی؟ وقتی ایکس تو میل کنه به منهای 2 از راست، یعنی بچه ها اول میریم رو محور ایکس ها سمت راست منهای 2 وای میستیم، سمت راست عدد منهای 2 وای میستیم. اینجا میشه سمت راست عدد منهای 2. خب بچه ها سمت راست عدد منهای 2 وای سادیم، نگاه کنیم دقیقا بعد از ایکس کلمه F داریم، یعنی ایگرگش بگید کجاست. بچه ها سمت راست منهای 2 وایسیم، ایگرگش اینجا هست. ایگرگش یه عددی بین 1 و 2ه. سمت راست منهای 2 ایگرگش یه عددی بین 1 و 2ه. حالا بچه ها چی گفته؟ گفته لیمیتش بگو چی میشه. یعنی از سمت راست منهای 2 شروع کن به منهای 2 نزدیک شو، تغییرات ایگرگ رو نگاه کن. بچه ها من هرچی از سمت راست منهای 2 به خود منهای 2 نزدیک بشم، هرچی از سمت راست منهای 2 به خود منهای 2 نزدیک بشم، قبول دارید ایگرگش رفته رفته به عدد 2 نزدیک میشه؟ بله. هرچی روی محور ایکس ها از سمت راست منهای 2 به منهای 2 نزدیک بشم، روی محور ایگرگ ها ایگرگش به عدد 2 نزدیک میشه. پس حاصل این شد 2. بریم بعدی رو ببینیم. گفته بچه ها لیمیت اف ایکس، ایکس میل کنه به منهای 2 از چپ. بچه ها منهای 2 از چپ یعنی بریم پشت منهای 2 وایسیم، پشت منهای 2. اینجا میشه پشت منهای 2. نگاه کن، این پشت منهای 2. بچه ها گفته وقتی پشت منهای 2 وایسادید، ایگرگش رو پیدا کنید، میل کنید به منهای 2. بچه ها من از پشت منهای 2 هرچی رفته رفته بیام جلو به منهای 2 نزدیک بشم، ایگرگم رفته رفته به اون نقطه توخالیه که عدد 1 نزدیک میشه، پس میگیم به 1 نزدیک میشه. حالا یه سوال ازت دارم، تو خود نقطه منهای 2 بچه ها سمت راستش با سمت چپش عدداش با هم متفاوت شد، این به این معنیه که اگر توی خود امتحان برگردن با ما بگن حد این تابع تو نقطه منهای 2 چی میشه، دیگه براش چپ و راست قرار ندن؟ میگیم چون راستش با چپش فرق میکنه، خود اینو اگر توی امتحان از ما بپرسن میگیم وجود نداره، اگر خودشو بپرسن. خب بعدی بچه ها بعدی گفته حد بگیری تو نقطه 1. مشکل این سوال چیه؟ گفته تو نقطه 1 ولی چپ و راستشو مشخص نکرده. خود اومد چپ و راستشو مشخص کنیم. یک بار از سمت راست، یک بار از سمت چپ. بچه ها اگر از سمت راست بیاین، اگر از سمت راست عدد 1 بیاید، هرچی از سمت راست عدد 1
به خود عدد یک نزدیک بشید، ایگرگتون اون بالا داره میره به 4 نزدیک میشه. مهم هم نیست خالی باشه یا پر، فقط کافی اینه به چی نزدیک میشه. پایین یک کمتر. بچه ها پشت یک، نمودارمون پشت یک رفته زیر محور. بچه ها از پشت یک هرچی به سمت عدد یک نزدیک بشیم، ایگرگمون میره اون پایین، رفته رفته به منهای یک نزدیک میشه. و چون دوباره این دوتا با هم مساوی نیستن، میگیم این حدی که از ما تو نقطه یک خواسته وجود نداره. بریم سراغ نقطه سه. بچه ها نقطه سه بازم چپ و راستش رو معلوم نکرده. یه بار از سمت راست میریم، یه بار از سمت چپ. سه بیشتر، سه کمتر. بچه ها از سمت راست سه هرچی به عدد سه نزدیک بشید، ایگرگتون داره به اون نقطه تو خالیه که دو نزدیک میشه. هرچی از سمت چپ سه بیایید به سه نزدیک بشید، بازم ایگرگتون به اون نقطه تو خالیه، یعنی دو نزدیک میشه. این دفعه میگیم حد وجود دارد. بچه ها نکته مهم، میدونیم کلن حد کی وجود داره؟ وقتی نمودارمون تیکه نشده باشه، نمودارمون تیکه هاش اصلا جدا نشده باشه. بچه ها اینجا رو ببینین، تو نقطه منهای دو، اینجا رو نگاه کن، تو نقطه منهای دو نمودارمون سمت چپ و راستش از هم جدا شده. تو نقطه یک نمودارمون سمت چپ و راستش از هم جدا شده، ولی بچه تو نقطه سه نمودارمون سمت چپ و راستش اومده توی نقطه قفل شده. درسته نقطه تو خالیه اشکال نداره، ولی تو اون نقطه به هم رسیدن. فقط وقتی تو اون نقطه به هم برسن حد وجود داره، وگرنه اگر نمودار دوچاره پرش یا جدا شدن یا جهش بشه دیگه حد وجود نداره. خب بچه بعدی شماره 6. بچه شماره 6 فرق با قبلی ها داره. چه فرقی باشون داره؟ قدر مطلق داره، اشکال نداره. به محضی که به قدر مطلق رسیدیم عملش رو انجام میدیم. اینجا رو ببینیم، بچه برگشت گفته لیمیت اف ایکس ایکس میل کنه به یک از چپ، قدر مطلق هم داره. خب بچه ما اول میریم اینو حساب میکنیم. یک از چپ اینجاست، نگاه کنید اینها، همه ببینید اینجا یک از چپه. بچه از سمت چپ یک به یک نزدیک میشیم، ایگرگمون به چه عددی میل میکرد؟ ایگرگمون به چه عددی میل میکرد؟ منفی یک. آباریکلا. حالا بچه این منفی یک برای خود تاب است، طراح اومده دور تاب قدر مطلق گذاشته، پس ما هم دور حدمون قدر مطلق میذاریم، جواب مثبت یک میشه. یعنی بچه اگر دیدی طراح اومده دور تاب قدر مطلق گذاشته، یعنی باید حاصل حدتو پیدا کنی بعد ازش قدر مطلق بگیری، میشه مثبت یک. خب بچه ها لطفاً شماره 7 و شماره 8 رو نگاه کنید. میدونی شماره 7 8 و 9 مشکلشون چیه؟ مشکل شماره 7 8 و 9 اینه که بچه ها داخل پرانتز طراح به جای x یه عبارت دیگه به من داده. نگاه کنید شماره 7 شماره 8 شماره 9، طراح داخل پرانتز به جای x یه عبارت دیگه به هم داده. نکته طلایی، اگر دیدی طراح داخل پرانتز به جای x یه عبارت نوشته گفته حدشو بگیرید، اول باید اون عبارت رو بسازید. خیلی جذاب این روش، نگاه کنید اینجا رو، حواس پیش من بچه ها، حواس اینجا، حواس کامل پیش من باشه. بچه ها ایکسمون داره میل میکنه به یک از چپ. وقتی ایکس میل میکنه به یک از چپ، یعنی بچه ها ایکسمون سمت چپ یک قرار داره، یعنی از یک کوچیک داره. بچه ها من چطور باید اینو بسازم؟ بچه ها من اگر بخوام از روی این اینو بسازم، قبول دارید برای اینکه x به 3x به اضافه 1 تبدیل بشه، قبول دارید باید 3 برابر بشه یه دونه اضافه بشه؟ بله آقای عزیزی قبول داریم. پس اول میایم طرفین اینو 3 برابرش میکنیم، اول طرفین اینو 3 برابر میکنیم، بعد به طرفین یه واحد اضافه میکنیم. بچه ها قبول دارید ما متوجه شدیم عبارت داخل پرانتز از 4 کوچیک‌تره؟ اینو قبول دارین؟ با جایگذاری نه، نه با جایگذاری برید اکثر سوالاش اشتباه در میاد. خب بچه ها الان ما فهمیدیم عبارت داخل پرانتز از 4 کوچیک‌تره، پس میام بالا سر این، بالا سر این می‌نویسم از 4 یه خورده کمتر. حالا میرم روی نمودار 4 کمتر رو نگاه میکنم. 4 کمتر یعنی سمت چپ 4. بچه ها قبول دارید من اگر پشت 4 وایسم، رفته رفته به 4 نزدیک بشم، قبول داری ایگرگم به این نقطه که 2 نزدیک میشه؟ موافقین؟
باریکلا. پس حاصل شد دو، حاصل شد دو. ای بلا یکی دیگه میگین؟ بله چرا که نه. بچه داخل پرانتز طراح اومد دیگه عبارت برای من نوشته. گفتیم هر موقع داخل پرانتز به جای ایکس یه عبارت دادن، اول عبارت رو میسازیمش. خب بریم ببینیم چطوری بسازیم. بچه ایکس ما از یک بیشتره، پس میگیم ایکس ما بیشتر از یکه. خب بچه برای اینکه از روی این عبارت داخل پرانتز رو بسازم، میبینید که ایکسمون در یه منفی 7 ضرب شده، یه 5 بهش اضافه شده. قشنگ نگاه کن، در یه منفی 7 طرفین رو ضرب میکنم. بچه طرفین رو در منفی 7 ضرب کنید، جهت عوض میشه. بعد بچه یه دونه 5 بهش اضافه میکنیم. بچه یه 5 اضافه کنیمش، به اون بر 5 تا اضافه میکنیم، به این برم 5 تا اضافه میکنیم. بچه به دو طرف 5 تا اضافه کردم. خب اینم از این. من فهمیدم عبارت داخل پرانتز از منهای دو عقبتره. بچه از منهای دو عقبتره، یعنی پشت منهای دو. بچه پشت منهای دو اینجاست. به من بگید اون یارو که پشت منهای دو وایستاده ایگرگش داره به چند نزدیک میشه؟ بچه آفرین، به یک داره نزدیک میشه. آباریکالله. چون ما فهمیدیم این پشت منهای دوه. بچه میدونی چقدر راحت حل میشه؟ هر موقع جاگذاری اینا نکنینا، هر موقع داخل پرانتز به جای ایکس یه عبارت دیدید، عبارت رو بسازیدش همیشه. این یکی رو ببین، این یکی شماره 9. بچه شماره 9، ایکس داره به سمت دو میره از راست. این که ایکس داره به سمت دو میره از راست، یعنی بچه ایکس ما از دو بیشتره. خب بچه من میخوام از روی این اینو بسازمش. خب بچه چطوری بسازمش؟ اولا ایکس رفته تو مخرج، پس من برعکس میکنم طرف اینو. طرف اینم برعکس کنی، جهت عوض میشه. حالا بچه صورتش یه دونه 8 داره، در یه دونه 8 ضربش میکنیم. بچه اون برا ضرب در 8 کنیم میشه 8 ایکسم، این برا ضرب در 8 کنیم میشه 4. پس ما فهمیدیم عبارت داخل پرانتز از 4 کمتره. عبارت داخل پرانتز از 4 کمتره. خب بچه نمودار رو نگاه کنید، از 4 کمتر میشه اینجا، اینها از 4 کمتر میشه اینجا. به من بگید این خطای بنفش رنگ ایگرگشون آباریکلا دوه. مرسی، جواب برابر دوه. آباریکلا. بچه ها به من اوکی بدین، یاد گرفتین اگر داخل پرانتز به جای ایکس یک عبارت بود چطور حدش رو حساب میکنیم؟ بله آباریکلا، مرسی. خوب حالا بیاییم اینجا بچه ها. شماره 10 تو کتاب درسی، بله دقیقا شماره 10 تو کتاب درسی خیلی بررسی نشده، ولی من یه دونه مثالش رو برات حل میکنم. ببینیم چیه. بچه ها هر موقع داخله، قشنگ گوش بدین، هر موقع دیدیم به شما نمودار دادن، هر موقع دیدیم بهتون نمودار دادن، ولی نموداری که بهتون دادن اینجا داخل براکت بردن، شماره 10. اگر دیدی نموداری که بهت داده رو داخل براکت گذاشته گفته ازش حد بگیر، جمله طلاییش اینه. بچه‌ها ببینید جمله طلاییش چیه، حواس پیش من. خب بچه‌ها من باید برم سمت راست عدد یک وایسم، من باید برم سمت راست عدد یک وایسم. خب بچه‌ها سمت راست عدد یک میشه اینجا، قشنگ نگاه کن، سمت راست عدد یک. دقت کنید ها، دقت کنید، خیلی مهمه بچه ها. سمت راست عدد یک میشه اینجا. اجازه بده، این میشه سمت راست عدد یک. من اینجا وایستادم، لطفا حواس کامل پیش من. خب بچه ها گفته به من بگید نمودارتون تو سمت راست عدد یک چند میشه. قشنگ گوش کن، بگید نمودارتون تو سمت راست عدد یک چند میشه. بچه ها نمودار من سمت راست عدد یک بگید چند میشه؟ نه، برای چی میل؟ آقا برای چی داری میلش میدی؟ میل نده، فقط بگو همون سمت راست عدد یک چند میشه ایگرگش. میلش نده، میلش نده. ایگرگی که من مشخص کردم و بگو حدودا چنده. چنده ایگرگش؟ نزدیکای 4، درسته؟ آفرین،
نزدیکای 4ه. مرسی. خب من یه جمله بهتون بگم بچه ها، جمله مهمه. اگر دیدی ترا عبارتتون رو برده داخل براکت، تابره برده داخل براکت، اول باید روی نمودار اونجایی که مشخص میکنه ایگرگش رو بگی چنده. حالا یه سوال ازت دارم بچه ها، قشنگ نگاه کنید. قبول دارید اگر این براکت نبود ما باید چیزی که پیدا کردیم و لیمیت میگرفتیم، یعنی میلش میدادیم؟ بله. خب بچه ها اگر اینو هی میل بدید برید به سمت یک، ایگرگتون رفته رفته به چند نزدیک میشه؟ 4. آباریکلا. ولی شرمندت هم آقا، چرا دشمنت شرمنده؟ چرا شرمنده این؟ به خاطر اینکه بچه ها قبل از اینکه به لیمیت برسید براکت داریم ما اینجا، یعنی شما قبل اینکه بخوای عمل میل کردن رو انجام بدی باید اول از اون جایی که تو نمودار نشون دادی براکت بگیری. بچه ها سمت راست یک یک کوچولو زیر 4ه. بچه ها وقتی یه چیزی یک کوچولو زیر 4ه ازش براکت بگیریم، قبول دارید 3 میشه؟ بله. آفرین، جواب این سوال 3 هست. اصلا شما نباید لیمیت میگرفتی. بچه ها اولویت با اونیه که نزدیکتر به FXه، یعنی اگر دیدی اول براکت داری بعد لیمیت داری، براکته میشه اولویت، جزء صحیح میشه اولویت. شما اصلا نباید لیمیت بگیری. میدونی کی 4 میشد؟ اینطوری باشه. اگر اینطوری بود 4 میشد. بچه براکت همون جزء صحیحه دیگه. بچه نگاه کنید، اگر این شکلی بود وقتی میرفتی سمت راست عدد 1 باید شروع میکردی به میل کردن. بچه ها اینی که اینجا من برای شما مشخص کردم، اگر میل کنه به چی نزدیک میشه؟ میل کنه به چی نزدیک میشه؟ 4. آفرین، جزء صحیح 4 هم که همون 4ه دیگه. یعنی اگه اول به لیمیت برسیم میل کردن رو انجام میدیم، اول به براکت برسیم همون درجا براکت میگیریم، عمل میل کردن رو انجام نمیدیم. فهمیدیم بچه ها تفاوتشو؟ بله. آباریکلا، خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. خب بریم قسمت بعدی. بچه ها سوال، اگر به شما، ما نمودار رو بستیم پروندهش، ما نمودار رو یاد گرفتیم چیکار کنیم، نمودار رو میذاریم کنار میریم سراغ ضابطه. بچه ها برای حد گرفتن تو ضابطه ها یه سری نکته داریم. نکته اول، اگر داخل ضابطمون قدر مطلق یا جزء صحیح داشتیم، جزء صحیح اسم دیگه اش براکته، اگر داخل ضابطمون قدر مطلق یا جزء صحیح داشتیم، کاری که باید انجام بدیم میدونین چیه؟ تا وقتی منو نگاه کن، تا وقتی قدر مطلق و جزء صحیح رو از سوال حذف نکنید حق حل کردن سوال رو ندارید. یعنی شما وقتی بهتون تابعی میدن که توش قدر مطلق یا جزء صحیح داره، این سوال اصلا قفله، نمیتونی حلش کنی. اول باید قدر مطلق و جزء صحیح رو به این ببری. چطوری از بین میبری؟ اگر قدر مطلق داشتیم باید اون چیزی که توی قدر مطلق علامتش رو بگی، اگر جزء صحیح داشتیم باید اون چیزی که توی براکت عددش رو بگی. آقا منظورتون چیه؟ نگاه کن منظورمو بفهم. اینجا رو ببین، مثال اول رو نگاه کن. خب بچه ها گفته حاصل این حد رو پیدا کنید. میدونی چرا اینو داده؟ این میدونی برای چیه؟ اونو داده که دخل قدر مطلق و براکت رو بیاریم. خب بریم بچه ها سوال، ایکس داره به یک نزدیک میشه از راست، ایکس داره به یک نزدیک میشه از راست، کامل حواسا پیش اومد، مگه براکت نداریم؟ بچه ها به من بگید این چیزی که این توه عددشو به این بگو. نه برای چی میگین یک؟ میگم اون چیزی که اون توه عددشو بگو. این کجاش یکه بچه ها؟ کجای این یکه؟ آها یک و خورده ایه، از یک یک کوچولو بیشتره. خب بچه ها پس این از یک یک کوچولو بیشتره. می نویسیم لیمیت، قشنگ نگاه کن، ایکس دو منهای بچه ها اینی که این توه از یک یک کوچولو بیشتره، عددی که از یک یک کوچولو بیشتره براکتش میشه یک، جزء صحیحش میشه یک.
فعلا حد نمیگیری، اول باید دخل اونا رو بگیری. بچه‌ها بریم ببینیم این چیزی که این توه علامتش چی میشه. بچه‌ها قبول دارید ایکس شما از یک یه کوچولو بیشتره، عددی که از یک یه خورده بیشتره قبول دارید منهای یک بشه علامتش مثبت میشه؟ بله آبادی کلا میشه مثبت. اگر داخل قدر مطلق مثبت شد خودش رو میاری بیرون، اگر داخل قدر مطلق منفی شد قرینش رو میاریم بیرون، چون مثبت شد خودش رو میاریم بیرون. حالا یه چیز جذاب بهت بگم آقا، چی دیگه این که x داره به سمت 1 بیشتر یا کمتر میره مهم نیست، x به سمت 1 میره. اون بیشتر و کمتر به خاطر این بود که دخل قدر مطلق و براکت رو بیاریم باهاش. بچا عدد 1 رو میذاریم بالا میشه 0، عدد 1 رو میذاریم پایین میشه 0. 0 0 رو میخوایم رفع ابهام کنیم. بچا نکته فوق العاده مهم، برای رفع ابهام همیشه دنبال چی میگردیم؟ دنبال این که اختلاف این دوتا رو پیدا کنیم. بچه ها الان اختلاف این دوتا میشه x منهای 1، یعنی الان باید توی صورت و مخرج x منهای 1 پیدا کنیم با هم ساده کنیم. خب نگاه کنیم بچه ها، مخرج که x منهای 1 داره، صورت هم میشه x منهای 1 در x به اضافه 1، x به سمت 1. بچه ها اون چیزی که دنبالش میگشتیم رو پیدا کردیم، با هم ساده میکنیم، میشه لیمیت x به اضافه 1. حالا اگر به جای x 1 بذاریم حاصل برابر 2 میشه. بچه ها تا وقتی قدر مطلق و جزء صحیح از بین نرفته سوال قفله، نمیتونی حد بگیری ازش. یه سوال ببینیم اینجا رو، خب حواس اینجا ببینیم. من این جمله بهتون بگم بچه ها، وقتی میگیم x سمت راست 1 یعنی یه اپسیلون یه صدم این ور اونوره، خیلی عدد کوچیکی این ور اونوره 1. شما حق نداری بیشتر از 1 و 2 بگیری، بیشتر از 1 یه صدم بیشتر یه صدم کمتر، 1000م بیشتر 1000م کمتر. خب بچه ها سوال ببینیم، سوال کنکور سراسری هم است. ببینیم با هم، همه حواسا اینجا، همه حواسا اینجا. بچه ها گفته حاصل این لیمیت میشه چی؟ کامل حواست پیش من. اول باید بیایم سراغ این. بچه ها به من بگین این چیزی که این توه x ما از صفر یه خورده کمتره. بچه ها عددی که از صفر یه کوچولو کمتره مثلا منفی صدومه، از صفر یه کوچولو کمتره. خب بچه ها به من بگین منفی یه صدوم این تو اگر قرار بگیره اون تو منفی میشه یا مثبت؟ منفی. آفرین، حاصلش رو نمیخوام بگی چی میشه، فقط اون تو بگو چی میشه. آفرین، منفی میشه، پس قرینش میاد بیرون، قرینش میاد بیرون. بچه ها پایین، اگر این تو هم قرار بگیره منفی میشه، قرینش میاد بیرون. اما بریم سراغ بعدی. بچه ها اینجا دیگه نمیخوایم ببینیم منفی میشه یا مثبت، اینجا عددش رو میخوایم. بچه ها ما اگر منهای یه صدم رو بذاریم این تو، عدد منفی یک صدم براکت یا جزء صحیحش منفی یک میشه، یه به اضافه یکم که کنارش. بچه ها اگر عدد منفی یک صدم رو بذاریم این تو، بچه ها منفی یک صدم یه منفی هم خود اون ایکسه داره، منفی یه صدم یه منفی هم پشتش داره اون تو، میشه مثبت یه صدم. عدد مثبت یک صدم جزء صحیحش صفره. حله؟ پس بچه ها شما منفی صدوم بذارید اینجا، در منفی فوشش ضرب میشه، میشه مثبت یه صدوم جزء صحیح یک صدوم صفره. بچه ها حالا ببینیم چی میشه. صورت میشه منفی x، مخرج میشه منفی 2x. گفتیم وقتی هم جزء صحیح و براکت تبع میرن دیگه صفر کمتر صفر بیشتر، یک کمتر یک بیشتر دیگه مهم نیست، ما عددمون رو معمولی جاگذاری میکنیم. خب بچه ها الان اگر دقت کنید x بالا با x پایین ساده میشه، جواب حد 1/2. حالا یه سوال ازتون دارم بچه ها، اگر جمله رو گوش کنید، اگر دیدید داخل قدر مطلق یا براکت یه خورده شلوغ پلوغه، تشخیص این که چی میشه سخت بود. مثلا من رو نگاه کن، همه بلدن اینو بذارن اینجا چی میشه، همه بلدن یه صدومو اینجا بذارن چی میشه. اگر دیدید داخل قدر مطلق یا براکت یه خورده عبارت شلوغ بود، تشخیص این که چی میشه برات یه خورده سخت بود، از همون روشی که میساختیم استفاده کن. آقا منظورتون اینجا رو نگاه کن،
ببین بچه ها، دانش آموزی بخواد اینو حل کنه ممکنه برای یه دانش آموز سخت باشه، مثلا بگه منهای دو بیشتر از منهای دو یه خورده بیشتر. اینجا رو ببین، این منهای دو، بچه ها از منهای دو یه خورده بیشتر میشه منفی 1.9. شاید برای یه دانش آموز سخت باشه منفی 1.9 بذاره اونجا بخواد ساده بکنه، شاید اصلا توان دو داشته باشه، کسری باشه، یه خورده تو مخ باشه. خب بچه ها اگر دیدید داخل قدر مطلق یا براکت یه خورده شلوغ پلوغ بود، حساب کردنش سخت بود، میسازیمش. آقا چطوری؟ میگیم بچه ها ایکس ما از منهای دو بیشتره، یعنی ایکس ما بزرگتر از منفی دوه. حالا از روی این اینو میسازیم. بچه ها بخوایم از روی این اونو بسازیم، اول طرفینو در یه منفی سه ضرب میکنیم، جهت عوض میشه. بعد یه 5 به طرفین اضافه میکنیم. ما فهمیدیم عبارت داخل جزء صحیح از 11 کمتره. بچه ها من میدونیم عددی که از 11 کمتره قبول داری جزء صحیح 10 میشه؟ بله؟ اوکی بچه ها، آباری کلا. هر موقع داری داخل قدر مطلق و براکت یه خورده شلوغه، نرو عدد گذاری کن، ممکنه اشتباه کنی. اگه اشتباه نمی کنی دمت گرم، اگه فکر میکنی اشتباه میکنی سریع بسازش. یکی دیگه نگاه کن، این سوال کنکور سراسری تجربی هم بوده. نگاه کن تو بعدی هم دارم توضیح میدم. گفته بچه ها حاصل این لیمیت برای 1/3 چپ میشه چی؟ بچه ها 1/3 خودش همینطوری خیلی عدد کوچیکیه. من اگه بخوام 1/3 یه خورده کمتر بگیرم داخل جزء صحیح بذارم، خیلی برام سخت عددش رو تشخیص بدم. خود 1/3 عدد داغونیه. خب پس چی کار میکنم؟ میام میسازم، میگم ایکس من از 1/3 کمتره، ایکس کمتر از 1/3. بچه ها از روی این اینو میسازیم. بچه ها بخوایم از روی ایکس اون 4x رو بسازیم، اول ایکسمون رفته تو مخرج، اول میبریمش تو مخرج، این برو میبریم تو مخرج، برعکس میکنیم، اون برم برعکس میکنیم، جهتمون عوض میشه. برعکس میکنیم، جهت عوض میشه. بچه ها بعد چون تو صورتش 4 داره، طرفین رو در 4 ضرب میکنیم، این برو ضرب در 4 میکنم، این برم ضرب در 4 میکنم. بچه ها من تونستم خیلی خوشگل بفهمم عبارت داخل جزء صحیح بیشتر از 12. وقتی یه چیزی هم از 12 بیشتره، جزء صحیحش خود 12 میشه. دیدین چقدر قشنگ حل شد؟ دیدین چقدر خوب حل شد؟ بله؟ اوکیه، ساختنش رو یاد گرفتین؟ آباری کلا. یه جمله هم بهت بگم آقای عزیزی، چی؟ منو نگاه کن، اگر دیدید عبارتتون داخل قشنگ گوش کن، اگر دیدید عبارتتون داخل قدر مطلق یا جزء صحیح قابل تجزیه هم هست، تجزیه هم خیلی کار خوبیه. آقا منظورتون چیه؟ سواله ببین، سواله ببین. این مثال، اگر کسی از روش ساختن نره 99% اشتباه میکنه. بگم چرا؟ بعضی از معلم‌ها برای بچه‌ها این کارو انجام میدن، بعضی از همکارای ما این کارو میکنن. نگاه کنیم اینجا رو ببینید بچه ها. مثلا میگن اینو حساب کن، لیمیت 15x به اضافه 1x بره به سمت مثلا 2 از راست. بعضی از بچه ها ببینید چی کار میکنن، معلم ها تو مدرسه، بعضی ها، بعضی از همکاران و بچه ها اینو میگن، میگن عدد بیشتر از 2 رو مثلا بگیر 2/10. خب بچه ها میشه 15 ضرب در 2/10 به اضافه 1. بچه ها 15 ضرب در 2/10 بشه میشه 31.5، به اضافه 1 بشه میشه 32.5، جزء صحیح میشه 32. من دیدم ها، خیلی ها اینطوری حل میکنن. بچه این کلا غلطه. الان آقا چرا غلطه؟ ببین چرا این غلطه کلا. بچه ها راه علمیشو نگاه کنید، راه درستش، میگیم ایکس ما از 2 بیشتره، میریم اینو میسازیم، در یه 15 ضرب میکنیم طرف اینو، بعد به طرفین یه دونه اضافه میکنیم. ما فهمیدیم عبارت داخل جزء صحیح از 31 یه خورده بیشتره. بچه ها عددی که از 31 یه خورده بیشتره، یعنی 31 و خورده یه، جزء صحیحش 31 میشه، یعنی حاصل این هست 31ه نه 32. حالا تو برو هی عدد بذار حل کن. متوجه شدی چرا من انقدر بچه ها
اصرار دارم بسازیدش غلط در میاد. من به شما نگفتم دوست داشتی بساز، دوست داشتی عدد بده. عدد دادن غلط در میاد بعضی موقع ها. بله خب حالا اینجا رو ببینیم. سوال بالایی بچه ها یه لحظه به این سوال دقت کنید. این سوال رو ببینید بچه ها. تو این سوال من اگر بخوام عدد بیشتر از دو رو مثلا به گفته شما دو یه دهم رو بذارم این تو ببینم مثبت میشه یا منفی، دو یه دهم رو بخوام داخل اون قدر مطلق بذارم ببینم مثبت یا منفی، خیلی محاسباتش سخته برام. گفتیم بچه ها یا باید بسازیمش یا اگر شد تجزیهش کنیم. بچه این خیلی خوشگل تجزیه میشه. این میشه x دو منای 4 x بره به 2 از راست. بچه داخل اینجا رو تجزیه میکنیم. میشه x منای 2 در x منای 1. حالا ببینید چقدر قشنگ حل میشه. بچه x ما از 2 بیشتره. بچه عدد بیشتر از 2 منهای 2 بشه مثبته. عدد بیشتر از 2 منهای 1 هم بشه مثبته. پس داخل قدر مطلق کلن مثبته، خودشون میان بیرون. یعنی خیلی خوشگل فهمیدم که عدد بیشتر از 2 داخل اینجا رو مثبت میکنه، چون عدد بیشتر از 2 خورده یه، چه منهای 2 بشه چه منهای 1 مثبته. پایینم که اتحاد مزدوجه، پایینم که مزدوجه. نکته جالب، وقتی قدر مطلق و براکت از بین رفت دیگه بیشتر کمتر به دردمون نمیخوره. اینها دیگه این بیشتر کمتر به درد ما نمیخوره. ببین تموم شد. قدر مطلق و براکت رو داخلش آوردی تمومه. بچه اینا با هم میرن. همیشه هم یادت باشه کیا با هم میرن؟ اختلاف این دوتا. اختلاف x با 2 میشه x منهای 2. خب بچه جوابمون میشه لیمیت بالا x منهای 1 که پایین x به علاوه 2. اگر به جای x 2 بذاریم صورت میشه 1، پایین میشه 4. خب به هم بگو قدر مطلق و جزء سعی یاد گرفتی چطور باش برخورد کنی؟ بله. خب آباریکلا. حالا بیدیم سراغ بحث اصلی و مهم امروزمون. بحث اصلی امروزمون آقا اصلا رفع ابهام چیه؟ این همه انجام میدیم. بریم ببینیم رفع ابهام خاک بر سر چیه که ما تو مدرسه انجام میدیم، خودمونو گرفتارش کردیم. بچه ها نگاه کن، هر موقع بچه ها میخواید حد یه تابع کسری رو بگیرید، هر موقع میخواید از یه تابع کسری حد بگیرید، یه چیز رو میدونستی؟ آقا چیو؟ تابع کسری بچه ها حدش 6 حالت داره. یعنی وقتی یه کسر، اینی که دارم بهت میگم خلاصه یه کل فصل حد ها، یعنی کتاب خودش رو کشته یه سری مطلب بگه من کلش اینجا آوردم. بچه ها هر موقع یه عبارت کسری میذارن جلوی شما میگن حدشو بگیر، شما وقتی حدشو میگیری 6 حالت به وجود میاد. آقا از این 6 حالت چیه؟ اینجا رو ببینیم. ببینیم 6 حالت چی هست. بلافاصله کلاس تموم شد جزوه خام و جزوه حل شده رو براتون ارسال میکنیم. شما نه اسکرین شات میخواد بگیرید نه چیزی میخواد بنویسید، فقط تمرکز داشته باشید درس رو گوش بدید. کلاس تموم شد جزوه رو هم خام هم حل شده رو براتون میفرستیم، نگران نباشید. خب بچه ها من رو نگاه کنید، 99% بچه ها بهشون میگی رفع ابهام میکنیم انجام میدن، ولی هیچ وقت نفهمیدن چی کار میکنن. من قول میدم شما هم هنوز خیلی هاتون متوجه نشدی، امروز برای اولین بار متوجه میشی رفع ابهام میکنیم یعنی چی کار میکنیم. علمی ها قشنگ از رو شک میفهمیم یعنی چی. من رو نگاه کن، حواستون پیش من، حواس پیش من. بچه ها هر موقع به شما یه کسر دادن گفتن ازش حد بگیر 6 حالت به وجود میاد. آقا باید حفظ کنیم اینا رو؟ نه، میخوام بگم تو امتحان یه حد دو میذارن جلو کسری حساب میکنی 6 مدل ممکنه جواب براش به دست بیاد، فقط ممکنه 6 مدل بشه، چیزی نمیخواد حفظ کنی. آقا اون مدل ها چی هم؟ مدل اول صورت و مخرج هیچ کدوم صفر نمیشن. نگاه کن بچه، دو رو میذاریم تو صورت میشه 5، دو رو میذاریم تو مخرج میشه 1. نه صورت صفر شد نه مخرج. خب اینو که ننه کوزت هم بلد داری، آقا 5 این تمام، این مشکلی نداره. راستی یه چیزم بگم بچه ها، شما تو این مثال قدر مطلق یا جزء صحیح میبینید یا نمیبینید؟ میبینی یا نمیبینی؟ نمیبینیم. پس بچه ها این دوه چه دو باشه چه دوه بیشتر باشه چه دوه کمتر باشه فرقی نمیکنه، ما فقط دو میذاریم. آفرین.
خب بریم دومی. بچه از اون 6 تا یکیشو فهمیدی، بالا و پایین عددن. میدونی مدل دوم چیه؟ صورت صفر بشه. بچه ها نگاه کن، صورت صفر شه. خب بچه ها یکو بذاریم تو صورت میشه صفر، یکو بذاریم تو مخرج میشه 8. خب بچه ها همه تون قبول دارید وقتی صورت صفره جوابم صفر. مدل سوم، مخرج صفر بشه. بچه ها فقط مخرج صفر شه. 5 رو بذاریم تو صورت میشه 16، 5 رو بذاریم تو مخرج میشه 0. از بچگی به ما یاد دادن مخرج نباید 0 شه، میگیم تعریف نشده. همه اینا اوکیه؟ میخوام یه چیز مهم بگم، اینا اوکیه؟ بله. میدونی بدبختی ما از کجا شروع میشه؟ بدبختی ما از اونجا شروع میشه که هم صورت 0 شه هم مخرج. اینها بچه ها بدبختی از اونجاست که هم صورت صفر شه هم مخرج. بچه ها حالا جواب بدید، اگر هم صورت صفر شه هم مخرج چی کار میکنیم؟ چی کار میکنیم؟ خب همه تون دارین اشتباه میکنیم. من میگم رفع پا متوجه نشدین؟ نه، کی گفته هم صورت صفر شه هم مخرج رفع پا میکنیم؟ همیشه اینطوری نیست که. اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن. بچه ها این سه تا مثال رو نگاه کنید. الان این سه تا مثال هم صورت صفر میشه هم مخرج، ولی فقط یکیش رفع ابهام نیاز داره. قشنگ اینجا رو گوش کن، کامل اینجا رو گوش کن. بچه‌ها سوال ببینید اینجا رو. بچه‌ها اول باید داخل براکت رو بیاریم. به من نگاه کنید اینجا رو. بچه‌ها عددی که داخل براکت از منهای دو یه خورده کمتره، عددی که از منهای دو یه خورده کمتره جزء صحیحش میشه منفی 3. قشنگ گوش بده. بفرمایید. این منفی 3. خب حالا اینجا رو داشته باش. بچه صورت چند میشه؟ صورت چند میشه؟ صورت مرسی 0. صورت میشه 0. بریم مخرج. بچه ها قبول دارید شما منهای دو رو تو مخرجم بذارید با دو جمع بشه 0 میشه؟ بله. ولی نکته مهم، صورت خود 0ه، مخرج بچه ها چون ایکسمون از منهای دو یه خورده کمتره، یه کوچولو از منهای دو کمتره، پس با دو جمع بشه خود 0 در رو میاد. منو نگاه کن، خود منهای دو با دو میشه 0، خود منهای سه با سه میشه 0. ولی منهای سه کمتر بیشتر یا منهای دو کمتر بیشتر وقتی جمع منها بشن 0 بشن، خود 0 به وجود نمیاد. پس بچه ها این خود 0 نیست، اصطلاحا میگیم 0ش حدیه، حدودیه. حالا سوال دارم ازت، من جمله بگم بهتون، یه جمله میشه اینجا رو ببینید. بچه ها شما قبول دارید عدد کمتر از منهای دو رو بذارید داخل جزء صحیح؟ قبول دارید جزء صحیحش دقیقاً منهای 3 میشه؟ اینو قبول دارین؟ بله. آباریکلا. پس منو نگاه کن، جمله طلاییمو بگم، جمله طلاییمو بگم. اگر صورت یا مخرج 0 شد و اون صورت یا مخرج براکت داخلش داشت، یعنی اگر براکت اون 0 رو تولید کرد 0 میشه مطلق، وگرنه 0 میشه حدی. اینجا رو ببین بچه ها، الان صورت چون براکت داره صفرش میشه مطلق، خود 0، ولی پایین چون براکت نداره میشه حدی. حالا یه سوال ازت دارم، قبول داری صورت خود 0ه، مخرج حدوداً 0ه، انگار مخرج مثلا تو مایه های 1/100 و منهای 1/100ه. بچه ها شما خود 0 رو تقسیم 1/100 یا منهای 1/100 کنیم، مگه بازم 0 در نمیاد؟ آباریکلا. پس جمله طلایی، هر موقع دیدید صورت یا مخرج 0 شد و اون 0 توسط براکت به وجود اومده بود توسط جزء صحیح، به اون 0 میگیم 0 مطلق. 0 مطلق تو صورت بود جواب 0ه، نری رفع ابهام کنی ها. بیا پایینش، بیا پایینش. بچه ها عدد x ما از 3 بیشتره. بچه ها عدد بیشتر از 3، مثلا 3 و 1/10، منهای 3 بشه میشه 1/10، جزء صحیحش میشه 0. چون این 0 رو جزء صحیح به وجود آورد، خود 0ه. بچه اصلا راهش همینه، کتاب همینطوری حل کرده، کتاب همینطوری حل کرده همه رو. شما حق ندارید وقتی 0 مطلق دارید رفع ابهام بکنید. خب بچه ها
ولی قبول دارید شما اینو بذارید اینجا، قبول دارید عددی که از 3 بیشتره به توان 2 برسه میشه 9 خورده ای، منهای 9 بشه یه خورده ای تهش میمونه، یعنی اگرم 0 بشه حدوداً 0ه. بچه ها انگار صورت یه عدد خیلی ریزه ولی مخرج 0ه. مگه از بچگی به ما نگفتن مخرج 0 شو میگیم وجود نداره؟ آفرین، میگیم حد وجود نداره، یعنی تعریف نشده است. جنبندی من رو نگاه کن، جنبندی جواب من رو بده سری. بچه ها صورت صفر شه چی میگیم؟ فقط صورت صفر شه، بدو بدو بدو، فقط صورت صفر شه، صفر، مرسی. فقط مخرج صفر شه، فقط مخرج تعریف نشده. حالا صورت و مخرج صفر بشن ولی صورت صفر مطلق باشه، ماشاءالله. صورت و مخرج صفر بشن، مخرج صفر مطلق باشه، ماشاءالله. حالا یه سوال دارم، قبول دارید بچه ها تنها چیزی که مونده من توضیح ندادم، قبول دارید اینه که صورت و مخرج جفتشون صفرش حدی باشه؟ اینو قبول دارید؟ آهان، و این تنها جاییه که شما اجازه داری رفع ابهام بکنی. این مثال رو نگاه کن، اینا ها، اینجا که علامت خنده گذاشتم. بچه ها الان شما چون قدر مطلق نداریم، جزء صحیح هم نداریم، این دوه چه دو باشه چه دوه بیشتر باشه چه دوه کمتر باشه، ما دو میذاریم، صورت دو میذاریم میشه صفر، مخرجم دو میذاریم میشه صفر، و چون هیچ کدوم از این صفرها رو براکت ایجاد نکرده، حالا تازه رفع ابهام میکنیم. اول بهم بگو فهمیدی کی رفع ابهام میکنیم؟ بله. خب بله، هنوز یه چیزی رو متوجه نشدی. آقا چیو؟ که ما اصلا رفع ابهام میکنیم یعنی چی کار میکنیم؟ من رو نگاه کن، کامل حواست پیشان. بچه ها بریم رفع ابهام کنیم، یه چیز جذاب بهت یاد بدم، اینجا رو ببین. خب بچه ها گفتیم وقتی رفع ابهام میکنیم اختلاف این دوتا رو دنبالش میگردیم ساده میکنیم. خب اینا با هم میرن، میمونه لیمیت x به علاوه 2 که اگر به جای x بذاریم 2 جواب میشه 4. خب حالا بیا یک بار برای همیشه توی زندگی اینو متوجه شو آقا چیو؟ که اصلا این کار رفع ابهام، این مسخره بازی که ما انجام میدیم چی کار داریم میکنیم؟ یعنی اصلا این تو پس زمینه ذهن ما چه عملی داره انجام میشه؟ نگاه کن، کیف کن اینجا رو ببین. بچه ها سوال، قبول داری اگر یه نفر به شما بگه شکل اینو بکش، یه نفر به شما بگه شکل اینو بکش، قبول داری ما بلد نیستیم؟ بله. آفرین. ولی قبول دارید اگر سادش کنیم از فاز حد بیا بیرون، ولی اگر این تابه رو برداریم ساده کنیم، اینا با هم میرن میمونه x به علاوه 2. پس بچه ها قبول دارید این تابه آبی رنگ ساده بشه میشه x به علاوه 2. بریم ساده شده شو بچشیم ببینیم چی میشه. بازم تعریف نشده است احمد رضا جان. خب بچه ها اینجا رو دقت کنید لطفا، خیلی حرفم مهمه، دقت کن اینجا رو ببین، حواس پیش من. بچه ها x به علاوه 2 یه خطه، همه تون میدونید اینها، y مساویه x به علاوه 2. سوال، قبول دارید عدد 2 ریشه مخرجه، یعنی عدد 2 عضو دامنه نیست؟ اینو قبول داری یا نه؟ پس بچه ها اگر یه نفر بهتون گفت شکل این تابه چطوریه، میگیم شکل این تابه مثل شکل اینه، فقط چون عدد 2 مخرجش رو صرف میکنه عدد 2 رو باید بذاریم کنار. بچه ها x مساوی 2 رو میذارم کنار. خب اتفاق جذاب رو نگاه کن، اتفاق جذاب. بچه ها به من بگین این عدد 2ی که من گذاشتم کنار، این عدد 2ی که گذاشتم کنار داخل این تابه اگر عدد 2 بذاریم جواب چند در میاد؟ بوده بینم چند در میاد؟ 4. ببین حالا فهمید این 4 چیه؟ اینها این 4 است. یعنی بچه ها وقتی یه تابه ای رو رفع ابهام میکنیم، یعنی اون تابه توی اون نقطه حفره داشته، تابه توی اون نقطه سوراخ شده بوده، میخوایم ببینیم اون نقطه ای که سوراخ شده بوده ایگرگش چند بوده. فهمیدی منظورمو؟ بله.
اینا ها. الان بچه ها شما چه از این ور بیایید، چه از این ور بیایید، به عدد 4 نزدیک میشید. یعنی بچه ها این تابه تو نقطه 2 حدش برابر 4ه. یعنی بچه ها هر موقع داخل یه نمودار دیدید نمودار سوراخ شده، نمودار حفره براش ایجاد شده، یعنی اونجا نیاز داشته که تابه رفع ابهام بشه. وقتی شما رفع ابهام میکنید ایگرگ اون نقطه رو پیدا میکنید. راستی یه چیز جالب بهت بگم منو نگاه کن بچه ها. آیا داخل خود این تابه تو خود نقطه 2 تابه تعریف شده؟ تو خود 2 تابه تعریف شده؟ خیر، تعریف نشده. پس بچه ها وقتی ما رفع ابهام میکنیم یعنی یه تابعی داریم که در یه نقطه‌ای در خود اونجا تعریف نشده. میخوام ببینیم در اطرافش چه عددی تعریف میشه. به این میگن رفع ابهام. الان قشنگ فهمیدی اصلا این همه رفع ابهام میکنیم یعنی چی کار میکنیم؟ بله، آباریکلا. خواستم بفهمی چیه، نه که فقط الکی عملیات ریاضی انجام داده باشیم. دمتون گرم. خب بچه ها رفع ابهام چند مدلن؟ مدل اول رفع ابهام چند جمله ایان؟ چند جمله یعنی اینا؟ صورت و مخرج چند جمله ایان؟ بچه ها اگر دیدی صورت و مخرج چند جمله ایان چه بهتون گفتم چطوری رفع ابهام میکنید؟ باید بگردید دنبال اختلاف این دوتا. الان نگاه کنیم. بچه هم قدر مطلق و جزئی ندارن، چه یک بدن، چه یک بیشتر، چه یک کمتر، فرقی به حال ما نداره. بچه ها یک رو جاگذاری میکنیم. یک رو بذاریم تو صورت میشه صفر، یک رو بذاریم تو مخرج میشه صفر. میخوام برم رفع ابهام کنم. کامل حواست پیش من. ببین چی کار میکنم. خب بچه ها صورت رو میخوام تجزیه کنم. بریم ببینیم. دو تا عدد که ضربش بشه منهای 6 جمعش بشه 5 میشه x به علاوه 6 در x منهای 1. x میل کنه به سمت 1. سوال، قبول داری پایینیه به خاطر اینکه ضریب 3 پشت x دو داره تجزیهش تو مخه تجزیهش اذیت میکنه؟ بله. خب بچه ها اگر دیدید تاب درجه 2 تون پشت x توش ضریب داشت دیگه نمیتونی جمله مشترک برید. بچه با چه روشی باید تجزیهش کنیم؟ با روش تقسیم. خب دیگه چی؟ فاکتور که نمیتونیم بگیریم، عدد ثابت داره. همه میگن تقسیم روش آ. آفرین، تقسیم خوبه، روش آ هم خوبه، ولی نمیخواد. ببین من چی بهت یاد میدم، بریز دور اینا رو، اینجا رو ببین. نه تجزیه محمد مهدی جان، اونجوری فقط ریشش به دست میاد. امیر محمد مهدی، میخوام تجزیهش کنیم قشنگ. نه تقسیم میخواد نه روش ها. منو نگاه کن، کیف کن، اینجا رو ببین. مگه شما دنبال اختلاف این دوتا نمیگردی؟ آره یا نه؟ خب پس دنبال ایکس منهای 1 میگردین. میگیم بله. خب بچه سوال، بچه این 3x2 به نظر شما 3x2 از ضرب x در چه چیزی به وجود اومده؟ آفرین، پس اینجا بوده 3x. حرکت بعدی، به نظر شما عدد ثابت منهای 4 از ضرب منهای 1 در چه چیزی به وجود اومده؟ تموم شد. نه روش آ میخواد، نه نمیدونم تقسیم میخواد، تجزیه شد دیگه. چرا به مغزت میخوای فشار بیاری؟ وقتی تو میدونی یکی از عواملت اختلاف این دوتای، خب اون چیش دیگه تابلو میشه چیه دیگه؟ متوجه منظورم شدی؟ بله. آباریکلا. خب بچه ها اینا با هم میرن. الان صورت میشه x به علاوه 6، مخرجم میشه 3x به علاوه 4. x هم داره به سمت 1 میره. صورت 7، مخرج 7، جواب 1. حله؟ خب حالا اینجا رو داشته باش. مثلا اینطوری باشه بچه ها، 5x2 منهای x منهای مثلا 18، x داره به سمت 2 میره. بچه ها میخوام اینو تجزیه کنم. هر موقع دیدی نمیتونی تجزیه کنی سر اینطوری برو. آقا من تجزیه این برام سخته.
خب اشکال نداره، اختلاف این دوتا رو می‌نویسم. خب بچه ها x تو چی ضرب شه بشه 5x؟ تو 5x. بچه ها منهای دو تو چی ضرب شه بشه منهای 18؟ تو مثبت 9. تمامه دیگه، اوکیه؟ بله آباریکلا، بله بله، دمت گرم، مرسی. خب بیا اینجا اینا نگاه کنیم، اینجا رو ببینیم بچه ها، حاصل این حد رو میخواد. خب عددمون رو میذاریم میبینیم صفر صفر رومه، مخرج که فاکتورگیریه، مخرج که فاکتورگیریه، هیچ. بچه ها صورت هم که تا چاقلاغره، هشت رو مینویسیم دو به توان سه. آقای عزیزی ما اتحاد چاق و لاغر همیشه مشکل داریم، چی کار کنیم؟ اتحاد چاق و لاغر اگر مشکل داری، اتحاد چاق و لاغر اینه، این دوتا عبارته رو، این دوتا عبارته رو اول بدون توان مینویسیش، اول بدون توان مینویسی، بعد میدونی چی میگی؟ میگی اولی به توان دو ضربشون، ضربشون با حالت قرینه. یعنی چی قرینه؟ یعنی منها بود به اضافه بذار، بعدش هم بگو دومی به توان دو. اتحاد چاق و لاغر اولی به توان دو، ضربشون به حالت قرینه، دومی به توان دو. دیگه این البته برای سال دهم ها، من یادآوری کردم. بچا اینا با هم رفتن. پایین x رو بذاریم دو میشه دو، بالا x رو بذاریم دو میشه 4 به اضافه 4 به اضافه 4، جواب 6. پایینی رو ببینیم. من پایین‌تر تا چاق و لاغر یه بار دیگه نوشتم. پایینی رو ببینیم. بچا اینجا که معلومه فاکتورگیریه، تو صورت از x به اضافه 1 به توان 3 فاکتور میگیرم، از اولی x به علاوه 1 میمونه، از دومی 2. تو مخرج از x به علاوه 1 به توان 3 فاکتور میگیرم، از اولی x به علاوه 1 به توان 2 میمونه، از بعدی منهای 1. خب بچه ها این رفیقامون با هم میگه میرن. حالا تو صورت به جای این x منهای 1 میذاریم، تو مخرج هم به جای این x منهای 1 میذاریم، صورت دو مخرج منهای 1 تمومه. فاکتور گیری بود. یه مثال تو مخ میگم نگاه کن، یه مثال تو مخ اینجا رو ببین. خب بچه ها میخوام اینو تجزیهش کنم، کامل حواست پیشم. بچه ها صفر صفر رومه، ببینم چیکار میکنید. x به سمت دو، به من بگید این عبارتی که تو صورت قابل فاکتورگیری هست؟ نه. و چون درجه سه تجزیه نمیشه، خاک بر سر تجزیه نمیشه. آقا پس چی کار کنیم؟ یه راهش تقسیمه، همونی که معلمای محترم تو مدرسه گفتن اینها، میایم اینو به اختلاف این دوتا که دنبالش میگردیم تقسیم میکنیم، یه راهش اینه. ولی من یه راه دیگه هم برای شما پیشنهاد دارم. آقا چی؟ همون روشی که یه بار بهت یاد دادم. ببین چی؟ بچه ها اینجا می‌نویسیم x منهای 2. خب لطفاً سوال منو جواب بدید. قشنگ گوش کن. بچه ها به نظر شما این عبارت درجه 3، این درجهش 1، باید عبارت اینجا درجه چند باشه؟ ماشاءالله درجه 2. خب اینجا می نویسم x2، اینجا می نویسم x، یه عددم می خوام اینها، اینم درجه 2. پس بچه ها چون کلن درجه 3 اولیش درجه 2 برای باید درجه 2 باشه. حالا اینجا رو داشته باش. بچه ها به من بگید برای اینکه x3 به وجود بیاد، این x باید توی چند x2 ضرب شه تا بشه x؟ توی یک x2 باید ضرب شه. دمت گرم ماشاءالله، این شد یک، این که یک. حرکت بعدی، حرکت بعدی بچه ها این که عدد ثابتمون منهای دوه، یعنی منهای دو باید تو چی ضرب شه تا همون منهای دو بشه؟ ماشاءالله توی یک، دمت گرم یک. این هم از این. خب بریم سراغ تیر خلاصش، میمونه این وسطیه. آخ که چقدر وسطی قشنگه، من رو نگاه این وسطی چقدر قشنگه. بچه ها سوال من رو جواب بدید لطفا، سوال من. میبینی اینجا یه دونه x2 داریم،
یه دونه ایکس تو داریم. قشنگ گوش کن بچه‌ها، این من نگاه، این بره تو این ضرب شه میشه منفی 2 ایکس تو، این بره تو این ضرب شه میشه به ایکس تو. چیکار کنم اینا با هم دیگه بشن یه دونه ایکس تو؟ بی باید چند باشه؟ 3 باشه. آفرین، تمام، تجزیه شد. نمیخواد 2 ساعت بشینی تقسیم کنی. بچه نکته مهم اینه با اولی ها اولی رو پیدا کن، با آخری ها آخری رو پیدا کن، هر موقع هم خواستید دومیه رو پیدا کنید، هر موقع خواستید دومی رو پیدا کنید، اینجا هم باید به ضریب دومی نگاه کنید، چون دومیه یه دونه ایکس توه، اون برم باید یه دونه ایکس تو به وجود بیاد. خب بچه ها ضرب این دوتا با ضرب این دوتا با هم دیگه باید بشه یه دونه ایکس تو. چطور اینا با هم میشن یه دونه ایکس تو؟ بیمون برابر 3 باشه. یه اوکی به هم بده، یه اوکی به هم بده، یه چی دیگه هم بنویسم بفهمی. اینها اینها بیا میخوام اینو تجزیهش کنم بچه ها، میخوام اینو تجزیه کنی، نگاه کن، نگاه، اینها 2x به توان 3 به اضافه 5x2 منهای 4x منهای 3، مثلا x به سمت 1 میرفته. خب بچه ها ببین چیکار میکنی، اول چی مینویسیم؟ بودو منتظرم. اول چی مینویسیم؟ بودو 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 بودو. اول چی مینویسیم؟ اختلاف اون دوتا x منهای 1. ماشاءالله. حالا ببین چیکار میکنم. خب بچه ها اینجا 2x3، اینجا یه ایکس دو میذاریم، یه ایکس میذاریم با یه عدد. خب بچه ها ایکس ضرب در چه چیزی بشه؟ بشه 2x2. دو دیگه نه، 2 ماشاءالله، این شد 2. بعدی بچه ها به هم بگین عدد منهای 3 از ضرب منهای 1 در چه چیزی به وجود میاد؟ 3. آفرین، آفرین بهت 3، ماشاءالله بهت 3. حرکت آخر رو نگاه کن، حرکت آخر میگیم این 5x2ی که این بر هست، این 5x2ه چطوری به وجود میاد؟ بچه ها این بره تو این ضرب شو که میشه x3، هیچی، یه دونه این تو این ضرب میشه x2 تولید میکنه، یه دونه هم این تو این ضرب میشه x2 تولید میکنه. خب به من بگید بچه ها این که میشه 5x2، بیمون چند باشه؟ ماشاءالله تمام دیگه، بیام بوده 7. مگه داریم این راحت تر؟ حل بچه ها اوکیه؟ میبینید چه قشنگ حل شد؟ آفرین، آفرین بهتون، آفرین بهتون. خب این شد بچه ها رفع ابهام چند جمله یا. بریم سراغ رادیکالیا. بچه ها اگر بخوایم رادیکالیا رو رفع ابهام بکنیم نکتهش چیه؟ من این سوال پرسم ازتون، هر موقع رادیکال بهتون دادن گفتن رفع ابهامش کن، رادیکال بهت دادن، باید عبارتتو گویا کنی. برای اینکه عبارتتو گویا کنی 2 مدل داریم. یه مدل بچه ها وقت قشنگ گوش بدین، یه مدل وقتیه که کلن زیر رادیکاله، یعنی صورت یا مخرج کلن زیر رادیکاله، یه مدلی که نه، صورت یا مخرج یه تیکش زیر رادیکاله. اگر کلش زیر رادیکال بود در کل همون عبارت ضرب و تقسیم میکنیم. نگاه کن اینها، در کل همون عبارت ضرب و تقسیم میکنیم برای گویا کردن، اگر کلش زیر رادیکال بود. بچه ها صورت x2 منهای 1 در این ضرب میشه، مخرجم این دوتا تو هم ضربشن اتحاد مزدوجن، ببخشید تو هم ضربشن شبیه همه، رادیکالشون از بین میره، میشه این. خب بچه ها این الان باز میشه، اینا با هم میرن، حالا به جای x میذاریم 1، بچه به جای x بذاریم 1 میشه 2، به جای x بذاریم 1 میشه 0، جواب کلن شد 0. اگر کل صورت یا کل مخرج زیر رادیکال بود گویا کردنش اینطوریه، باید تو کل همون عبارت ضرب و تقسیم کنیم. اما بچه ها اگر یه تیکه یه صورت یا یه تیکه یه مخرج زیر رادیکال بود در مزدوجش ضرب میکنیم،
یعنی چی مزدوجش؟ یعنی صورت و مخرجو در خود این عبارت نه در مزدوجش ضرب میکنی. مزدوج یعنی علامت بینشون عوض شه. خب ببینین چی میشه. بچه ها صورت ایکس دومنا یکو که اینطوری مینویسین، اونم که خودشو مینویسین، مخرج بچه ها این دوتا مزدوجن. اتحاد مزدوج میگه چی؟ میگه اولی بتوانه دو، منهای دومی بتوانه دو. اینا با هم میرن، تو پرانتز اول x و 1 بذارید میشه 2، پرانتز بعدی هم 2 جواب میشه 4. بچه ها فهمیدین؟ بچه ها فهمیدین که گویا کردن دو مدل داریم؟ بله؟ آباری کلا. الان یکی رو نگاه کن، این یکی، این سوال. بچه ها میخوام اینو گویاش کنم. الان شما اگه عدد 3 رو بذارید 0.0 میخوایم گویاش کنیم. بچه ها چون کلن زیر رادیکال نیست، یه فقط اونی که رادیکال داره رو گویا میکنیم. خب بچه ها در مزدوجش ضرب میکنیم، در مزدوج ضرب میکنیم. مزدوج یعنی علامت وسطش رو عوض کنیم. خب بچه ها مخرج 3 منهای x در این ضرب میشه. صورت اتحاد مزدوجن، بچه اتحاد مزدوج میشه چی؟ میشه اولی به توان دو، منهای دومی به توان دو. اتفاق جالب انگیزش اینه، اینا رو که از هم کم کنی میشه همون 3 منهای x. بچه ها 3 منهای x با 3 منهای x میره بالا، دیگه هیچی نمیمونه. پایینم به جای x همون میذاریم 3، میشه 2 به علاوه رادیکال 4 که 2 جواب میشه 1/4. بچه ها یارتون باشه ما فقط جایی رو گویا میکنیم که رادیکالش اونجا مبهم شده دیگه، یعنی رادیکالش ابهام ایجاد کرده. وقتی صورت رادیکال نداره، مخرج رادیکال داره، مخرج رو گویا میکنیم. مخرج رادیکال نداشت، صورت رادیکال داشت، صورت رو گویا میکنیم. ای آقای عزیزی، یعنی کلن هر جایی که رادیکال داشته باشه اونجا رو گویا میکنیم؟ بله. حالا اومدیم هم صورت رادیکال داشت هم مخرج، جفتش رو گویا میکنیم. آقا چطوری اینها؟ سوال 4 ببین، خیلی هم سوال مهمیه. بچه توی سوال 4 چون هم صورت رادیکالیه هم مخرج، جفتش رو گویا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی یه بار میایم برای صورت مزدوجش رو مینویسیم، یه بار برای مخرج میایم مزدوجش رو مینویسیم. پس بچه اگر هم صورت رادیکالی بود هم مخرج، جفتش رو گویا میکنیم. خب ببینیم چی میشه. بچه توی صورت این دوتا مزدوج تو هم ضرب میشن، اینا مزدوج ضرب میشن، میشه اولی به توان دو، منهای دومی به توان دو. این آخری خودش همینطوری باقی میمونه، اما توی مخرج، توی مخرج این با این مزدوج تو هم ضرب میشن، مزدوج تو هم ضرب میشن، میشه اولی به توان دو، منهای دومی به توان دو. این هم که همینطوری بدون تغییر باقی میمونه. خب ایکس هم داره به سمت 4 میره. بچه ها این بند خدا میشه 2x منهای 8. از یه 2 که فاکتور بگیری میمونه x منهای 4 و چیزی که ما میخواستیم بالاخره سر و کلش پیدا شد. این با این ساده میشه، فقط چون قرینه یه همن، یه دونه منفی 1 اون بالا میمونه. بچه ها صورت یه دونه منفی 1 داریم، به جای این x میذاریم 4، جواب میشه کلن 6. پایین یه دونه 2 داریم، به جای این x هم میذاریم 4، بچه ها جواب میشه منفی 6/8. بچه ها من میگین گویا کردن متوجه شدین؟ اوکیه؟ بله؟ آباریکلا. سوال دارم، به من بگین این رادیکالی که براتون گویا کردم فرجهش چند بود بچه ها تا الان؟ به من بگین فرجه همه چند بود؟ 2. یه نمونه برات فرج 3 عمل کنم یاد بگیری. اینجا رو ببین، اینها جمله ببین چقدر مهمه. نوشتم اگر بچه ها، خب الان حل کردم دیگه خانم فولادی، با من کار داشتیم خانم فولادی، همین الان حل کردم دیگه. خب نه دیگه، یه دو هم بغلش داره. آره. خب بیا اینجا ببینم، سوال دارم ازتون. بچه ها سوال، اگر دیدید زیر رادیکال، جمله مهمه،
اگر دیدید زیر رادیکال، یعنی اگر دیدید رادیکالتون فرجه 3 بود، اگر رادیکال فرجه 3 بود اینجا رو ببینید، اون که خانم فولادی میتونی کلن یکی بنویسیش دیگه. بچه مثلا به شما چنین چیزی بدن بالا و پایین اینطوری باشه، شما اینه که میتونین اینجوری بنویسین. اینا رو افهم میکنی جوابش هرچی شد، مثلا جوابش 2 شد میگی رادیکال 2، اون که اصلا چه مشکلی نداره. بله مرسی. بچه ها من یه بار اتحاد چاق و لاغر رو مینویسم. اتحاد چاق و لاغر بچه ها لاغره 2 جمله داره، چاقه 3 جمله. چاقه چی هست؟ اولی به توان 2، این آخرش هم هست دومی به توان 2، این وسط هم هست قرینه ضربشون، یعنی آ و ب رو تو هم ضرب میکنید، اگر مثبت بود منفی میذارید، اگر منفی بود مثبت میذارید. خب حالا جوابش چی میشه؟ جوابش میشه لاغر اولی به توان 3، لاغر دومی به توان 3. لاغرا تک تک به توان 3 میرسن. حالا میخوام این چی بگم بهتون بچه ها، اگر سوالی بهتون دادن رادیکال با فرجه 3 داشت، اگر سوال بهت دادن رادیکال با فرجه 3 داشت، یعنی این رادیکال به فرجه 3 با این عددی که بغلشه قسمت لاغر اتحادتون بوده. شما باید برای ساده کردن و گویا کردنش در چاق ضرب و تقسیمش کنید. ببین جمله ما یه بار دیگه میگم، اگر رادیکال با فرجه 3 بهت دادن، این رادیکال با فرجه 3 با عدد بغلش قسمت لاغر اتحاده، شما چاقش رو میایید ضرب و تقسیم میکنید. آقا چطوری؟ ببینیم بچه، بریم چاقش رو ضرب و تقسیم کنیم. چاق رو چجوری مینوشتیم؟ میگفتیم اولی به توان 2. بچه ها عبارت اول رو به توان 2 میرسون، بعد میگیم قرینه ضربشون، یعنی اون رادیکاله رو با اون عدد منهای 2 تو هم ضرب میکنیم ولی قرینش میکنیم، در آخرم اون منهای 2 رو به توان 2 میرسونیم، این میشه چاقش. بچه ها چاقش رو ضرب و تقسیم میکنیم، چاقش رو ضرب و تقسیم میکنیم. اول بهم بگو طریقه نوشتن این چاقه رو فهمیدی؟ طریقه نوشتن چاقه رو فهمیدی چطوریه؟ آباریکلا. حالا ببین چقدر باحال حل میشه، به قیافش نگاه نکن اینطوریه، هیچی تو دلش نیست، نگاه کن، نگاه کن. بچه ها این بود لاغره، این بود چاقه. گفتیم لاغره و چاقه تو هم ضرب شن، حاصلش چی میشه؟ لاغر اولی به توان 3. خب بچه ها لاغر اولی به توان 3 میرسه، میشه این لاغر دومی به توان 3. تمام. توی مخرج بچه ها یه دونه x منهای 7 داریم، یه دونه هم یه عبارت گنده رو داریم اینجا دیگه، میشه فرجه 3 x به علاوه 1 به توان 2 به اضافه 2 تا فرجه 3 x به علاوه 1 به اضافه 4. اینم به اضافه 4. خب بچه ها سوال، این کلن میشه x منهای 7، اینا با هم رفتن. حالا اگر به جای x بذاریم 7، صورت که هیچی نمونده، اینجا اگر 7 بذاریم 7 و 1 میشه 8، به فرجه 3 میشه 2، به توان 2 میشه 4. اینجا اگر 7 بذاریم 7 و 1 میشه 8، به فرجه 3 میشه 2، 2 دوتا 4، یه 4 دیگه هم داریم، جواب میشه 1/12. بچه ها نکته فوق‌العاده مهم، هر وقت رادیکال با فرجه 3 دیدی، اون رادیکال با فرجه 3 با عدد بغلش قسمت لاغرن، چاقش رو ضرب و تقسیم کن، ساده میشه از بین میره. یه اوکی بهم بده ببینم. بدو 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 حله. آباریکلا، دمت گرم
دمت گرم. خب بچه ها یه تذکرم بگم در مورد مثلثاتی ها. اگر جمله رو گوش کن مهمه، اگر به ما رفع ابهام صفر صفرم بدن مثلثاتی باشه، اگر به ما رفع ابهام صفر صفرم مثلثاتی بهمون بدن. توی مثلثاتی ها دو حالت داریم. آقا چرا دو حالت؟ مثلثاتی ها بچه ها بستگی داره کمانشون صفر بشه یا کمانشون صفر نشه. بستگی داره کمان صفر بشه یا نشه. راه حلاش با هم فرق میکنه. آقا چه فرقی داره؟ من برای توضیح میدم. اگر دیدی کمان صفر نشد، باید از فرمولای سینوس کوسینوس تانژانت استفاده کنی. اگر کمان صفر نشد، آقا منظورتون چیه؟ مثال اولو ببینید؟ بله، مثال اولو ببین. بچه سوال دارم، کمان همون زاویه است دیگه. گفته لیمیت تانژانت به روی سینوس ایکس به سمت پی. بچه سوال دارم، این که ایکستون به سمت پی میره، قبول دارید الان تانژانت کمانش میشه پی؟ سینوس هم کمانش میشه پی؟ اینو قبول داری؟ حاصلش نمیخوام بگی چی میشه، کمانش فقط بگو چی میشه پی. برای این یکی رو نگاه کن، بچه اینجا ایکس داره به سمت صفر میره، قبول داری کمان این دوتا صفر میشه؟ آباریکلا. خب حالا چی کار میکنی؟ اگر کمان صفر نشد، فقط از روابط مثلثاتی میریم. ببین چطوری بچه ها، به جای تانژانت می نویسم سینوس به روی کوسینوس. پایینم که یه دونه سینوس دارم، ایکس میل میکنه به پی. بچه ها سینوس با سینوس میره، میمونه لیمیت یک به روی کوسینوس ایکس، ایکس بره به سمت پی. بچه ها پی رو جاگذاری میکنی، پی یعنی 180، کوسینوس 180 هم منفی یکه. تمام، جواب بداستون. ولی بچه ها اومدیم و کمان صفر شد. اگر دیدید کمان داره صفر میشه، میتونید یه کاری انجام بدید. آقای عزیزی چی؟ هر موقع کمانتون صفر شد، سینوس و تانژانت خودشون با کمانشون معادلن با هم. یعنی هر موقع سینوس و تانژانت کمانشون صفر شد، میتونی خود سینوس و تانژانت رو بذاری کنار، فقط کمانشون رو نگهداری. بچه‌ها به این کار میگن هم ارزی استفاده کردن. هر موقع سینوس کمانش صفر شد، تانژانت کمانش صفر شد، فقط کمانش رو نگهدار. خب بچه ها چون کمانشون داره صفر میشه، من تانژانت رو برمیدارم، فقط کمانش رو نگهدارم. چون کمان این داره صفر میشه، سینوس رو برمیدارم، کمانش رو نگهدارم. خب بچه ها همه میدونید اینا با هم برن جواب میشه یک دیگه. آقای عزیزی چرا کمان صفر شه میتونیم برش داریم؟ اینم دلیلش. سوال بچه ها، سینوس 30 درجه 1/2. آیا من سینوس رو بردارم کمانش رو نگردارم، پی شیشم همون 1/2 به نظر شما؟ خود عدد پی شیشم همون 1/2 مگه بچه ها؟ بله؟ خیر اینطوری نیست. پی شیشم کجا، 1/2 کجا؟ اما همه تون میدونین سینوس صفر میشه صفر. من اگه سینوسم بردارم باز تساوی برقراره. یعنی تانژانت و سینوس وقتی کمانشون صفر میشه، بود و نبود خود کلمه تانژانت و سینوس تأثیری تو تساوی ما نداره. افتاد دوزارید؟ بله. خب الان توضیح میدم کوسینوسم، نگران نباشید. مثالو ببین بچه ها، ایکس داره به سمت پی چهارم میره، یعنی کمان اینا الان پی چهارمه. پس بچه ها نمیتونیم همارزی بریم، فرمولای مثلثاتی. خب این که بچه ها هست سینوس منای کوسینوس، صورت هم تانژانت رو مینویسیم سینوس به روی کوسینوس، پایین میشه سینوس منهای کوسینوس. بریم سراغ صورت. بچه ها صورت مخرج مشترک، این میشه کوسینوس، این میشه کوسینوس منهای سینوس. حالا اتفاق جذاب اینجاست، این دوتا با هم میرن، فقط چون قرینه همن یه منفی یک میمونه پایین، کلا بالا یک میمونه، پایین میشه منفی کوسینوس. حالا 45 درجه میذاریم، جواب میشه 1 به منفی رادیکال 2/2.
ببین چقدر خوشگل برات دستبندی کردم که کمان صفر شد چیکار میکنیم، کمان صفر نشد چیکار میکنیم. این یکی رو ببین بچه ها، x داره به سمت p میره، کمان شده p، پس نمیتونیم همرزی بریم، روابط مثلثاتی. آقا چطوری؟ خب سینوس دو همون یک منهای کوسینوس دوه، اینه که تابلو بدیهیه. بچه پایین هم اگر یه توان سه بدید به عدد یک چاقلاغره، چاقلاغر میشه یک به علاوه یک کوسینوس، امروز یاد گرفتیم، اولی به توان دو ضربشون با حالت قرینه، دومی به توان دو. خب بچه ها میدونین چرا این جذابه؟ آقا چرا؟ چون این مزدوجه، میشه یک به اضافه کوسینوس در یک منهای کوسینوس، اینا میرن کلن با هم. حالا اگر جای x بذاریم p، بچه ها صورت اگر p بذارید کوسینوس p منفی 1، مخرجم کوسینوس p منفی 1، جواب خیلی خوشگل عدد دو سوم به دست میاد. ببین قشنگ الان درک پیدا کردی کمان صفر نشد چیکار میکنم، کمان صفر شد چیکار میکنم. اینو نگاه کن بچه، x به سمت صفر میره، کمان این صفر میشه، با تانژانت خداحافظی میکنیم، کمان اینم صفر میشه، با سینوس خداحافظی میکنیم. آقا اون توان دوه چی میشه؟ خب وقتی با سینوس خداحافظی میکنیم توان دوه میره واسه کمانش دیگه. آقا چرا؟ چون سینوس وقتی توان دو داره یعنی دو بار داریم تو خودش ضرب میکنیم، با این خداحافظی کن با اینم خداحافظی کن، خب تو هم ضربشن توان دو میره دیگه. کلا سینوس و تانژان وقتی باهاشون خداحافظی میکنیم هرچی دارن ارث میرسه به کمانشون. خب بریم مخرج. بچه سوال دارم، مخرجم کمان داره صفر میشه، ولی من در مورد کوسینوس به شما چیزی نگفتم. بچه ها همرزی کوسینوس اینه، هر موقع بچه ها عبارت یک منهای کوسینوس دیدید، هر موقع عبارت یک منهای کوسینوس دیدید به جاش می نویسید یک دوم کمان به توان دو، یک دوم کمان به توان دو. اینجا رو ببینید بچه ها، به جای این یک منهای کوسینوس می نویسم یک دوم کمان به توان دو. آقای عزیزی از کجا اومده؟ یه فرمولی داریم تو مثلثات به نام فرمول طلایی، به جای اینکه اونو بریم از این استفاده میکنیم. بچه ها صورت میشه 75x، مخرج میشه یه دوم x2، ساده کنیم کلن میشه 150x، که اگر به جای x بذاریم صفر کلن میشه صفر. بچه ها پایینی، x داره به سمت p دوم میره. بچه ها من اگر جای این x بذارم p دوم، قبول داری p دوم ضرب در دو میشه p، بعد p منهای p میشه صفر. قبول داری کمان صفر میشه؟ قبول داری کمان صفره؟ بله. آباری کلا. خیر مبینا خانم، مخرجم صفر میشد، مگه میشه؟ هم صورت صفر میشد هم مخرج. شما رفع ابهام میکردی، یعنی چه اصلا نیاز نبوده مخرج؟ خب بچه ها چون کمان صفر میشه با سینوس خداحافظی میکنیم، بالا میمونه 2x منهای p، پایین میمونه x منهای p دوم. بچه ها از یه دو فاکتور میگیرم، تمام، حاصل برابر دوه. و اما آخریش، بچه ها سوال من رو جواب بدید، به من بگید آیا آخری کمان صفر میشه؟ نه، آفرین، صفر نمیشه. آیا تو آخری خود کوسینوس تنها فرمولی داره؟ بچه ها کوسینوس تنها فرمول داره یا نداره؟ نداره. نکته طلایی رو بگم و بحثمو جمع کنم. اگر سوال حد دیدین تو مثلثاتی ها که نه کمانش صفر میشد نه صورت و مخرج فرمول مثلثاتی داشت، اینا با تغییر متغیر حل میشن. آقا یعنی چی؟ میاد ببین خیلی جذابه، میاد اختلاف این دوتا رو میگیری تی. ببین چقدر باحال میشه الان بچه ها، مخرج کلن اسمش میشه تی. بریم تو صورت بچه ها، این بره اونور تساوی، قبول دارید ایکسمون میشه پی دوم به اضافه تی دیگه؟ میگیم بله. میریم به جای این ایکس هم میزنیم پی دوم به اضافه تی. خب بچه ها
سوال دارم ازتون. من توی مثلثات به شما یاد دادم، خودتونم یاد گرفتید. پی دوم به اضافه تی، پی دوم به اضافه یه چیزی بشه روب دومه. کوسینوس تو روب دوم منفیه، مرزمونم چون پی دومه کوسینوس تبدیل میشه به سینوس. تا اینجا اوکیه؟ تا اینجا اوکیه؟ بله. خب حالا اینجا رو داشته باش بچه ها، قسمت حساس اینجاست. x به سمت پی دوم میره. قبول دارید من x رو بذارم پی دوم، پی دوم منای پی دوم تیمون به سمت صفر میره؟ بله. خب اینجا می نویسیم تی به سمت صفر، تی به سمت صفر. خب بچه الان کمان داره صفر میشه، پس میتونیم اینو حذفش کنیم، میشه منفی تی به تی، جواب منفی یک. بچه ها هر وقت دیدید عبارتتون نه کمانش صفر میشه نه فرمول داره، میایم اختلاف این دوتا رو میگیریم تی. من اختلافش رو گرفتم تی، به جای ایکس منای پی دوم میذارم تی، بعد این پی دوم رو میبرم اونور، به جای ایکس هم مینویسم پی دوم به علاوه تی. تو صورت به جای ایکس میذارم پی دوم به علاوه تی. تو مثلثات یاد گرفتیم کوسینوس پی دوم به علاوه تی منفی سینوسه، هم خودت تو مدرسه خوندی هم من جلسه قبل تو مثلثات بهت یاد دادم. خب بچه ها حالا نکتهش اینه، ایکس شما پی دومه، ایکستون پی دومه، اگر به جای ایکس بذارید پی دوم، از این پی دومه بغلش کم بشه تی به سمت صفر میره، پس دیگه تی ها رو میذاریم صفر، و وقتی تی رو میذارید صفر چون کمان صفره میتونید سینوس رو خط بزنید. متوجه شدیم بچه ها؟ بله. مرسی بچه ها، تمومه. خسته نباشین همگی، امیدوارم که استفاده کرده باشین. خیلی خیلی مواظب خودتون باشین. انشالله هفته و با مبحث علی در خدمت همتون هستیم. مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار همگی.